عروسک وحشتناکه یه شیطان روی زمین راه میده و این شیطان روح انسانها رو میخواد. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم آنابل رو آوردم، مخصوصا مقاتل دوستمون که اسی چلباری گفت وقت نمیکردم بذارم. نسخه اول آنابل سال 2014 اومد و در ارتباط با فیلم کانجورینگ بود. توی فیلم کانجورینگ با دو تا شکارچی روح به اسمهای اد و لورن آشنا شدیم که این دو نفر بر اساس شخصیت‌های واقعی ساخته شدن. دو نفری که واقعا کارشون پیگیری وقایع ماوراءطبیعه بود و خیلی هم معروفن و کلا کارهای بزرگی رو انجام دادن. آخر این ویدیو هم یکم بیشتر باهاشون آشنا میشیم چون واقعا سرگذشت جالبی دارن. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به طور کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم زن و مرد می‌بینیم که شخصیت‌های اصلی فیلم کانجورینگ بودن و کارشون در رابطه با اتفاقات ماوراءطبیعه بود. چند نفر اومدن پیششون و دارن از عروسکی صحبت می‌کنن که حس می‌کنن تسخیر شده است و خیلی اتفاقای بدی داره رقم می‌زنه. یه نفرم بهشون گفته این عروسک توسط یه دختر به اسم آنابل هیگینز تسخیر شده. حالا می‌ریم به یک سال قبل که بفهمیم جریان اصلی عروسک چی بوده. توی کلیسا زن و شوهری به اسم‌های جان و میا رو می‌بینیم. میا باردار و مشخصه هنوز نتونستن اسم درست برای بچه‌شون انتخاب کنن. اینو وقتی می‌فهمیم که با زن و شوهر همسایه‌شون یعنی خانواده هیگینز صحبت می‌کنن. سر همین قضیه یکم بحثشون میشه، اما شب که برمیگردن خونه آشتی می‌کنن. جان یه سورپرایز هم برای میا خریده و جعبه بزرگی میاره که زن با باز کردنش خیلی ذوق زده میشه. البته که نمیدونم کدوم آدم عاقل این عروسک رو دوست داره و سه تا دیگه هم شبیهش نگه میداره. خلاصه که موقع خواب میرسه و از پنجره متوجه قتل وحشیانه ای میشیم که تو خونه همسایه‌شون یعنی خانواده هیگینز اتفاق میفته. میا از سر صدا بیدار میشه و از شوهرش میخواد بره و به همسایه سر بزنه. وقتی جان با لباس خونی میاد و میگه پلیس زنگ بزن، خیلی میا هول میکنه. این کارم انجام میده و همین لحظه دختر و پسری با سر تا پای خونی و لباسهای مثل روانی ها به خونه میان. دختر عروسک جدید میا رو هم دست گرفته و میاد طرفش، با بیرحمی به پهلوی زن چاقوی میزنه. جان سعی میرسه و با مرد درگیر میشه، موفق میشه چاقوی دختر رو ازش بگیره و اونم به اتاق میره و در رو روی خودش قفل میکنه. وسط همین کشمکشا پلیس سعی میرسه و با شلیک به مرد روانی اونو متوقفش میکنن. میا و همسرش هم میرن بیرون و وقتی این پلیسا میرن به اتاق میبینن که دختر رگ گردن خودش رو زده. روی دیوار کنارش هم یه علامت عجیب کشیده و عروسک هم بغلشه. خون این دختر رو چشم عروسک میریزه و میبینیم که این اتفاق تیتر اول اخبار کشور میشه. حالا میفهمیم دختر قاتل اسمش آنابل هیگینزه، یعنی فرزند خانواده هیگینز، همون همسایه‌ای که کشته شدن. مرد قاتل هم دوست پسرش بوده و این دو عضو یه فرقه وحشتناک بودن و انداختنشون تیمارستان. اما اون شب تیمارستان در رفتن و این قتل‌های وحشیانه رو انجام دادن. خوشبختانه ضربه چاقو باعث مرگ بچه میا نمیشه و فقط دکتر بهش میگه باید استراحت مطلق کنی. چند روز بعد به خونه برمیگردن و حالا میا خیلی مضطربه. همش قفل بودن در رو چک میکنه و میترسه کسی بیاد تو خونه. از جانم قول میگیره که اگه یه روز اتفاقی افتاد نجات دادن بچه‌شون رو به میا ترجیح بده. نصف شب یه دفعه صدای چرخ خیاطی میاد. جان با چوب خونه رو میگرده و میفهمه میا یادش رفته چرخ خاموش کنه. بازم اتاق رو چک میکنه و وقتی میبینه عروسک جدیدم جلو در افتاده اون رو صندلی میذاره و میخوابه. روز بعد پیشو میا داره تلویزیون میبینه که صدای صندلی اتاق بچه بلند میشه. میره به اتاق و صدا کلا قطع میشه. اونم درو میبنده. وقتی جان از سر کار برمیگرده به میا میگه باید برای جلسه یه روز برم جایی چون خیلی برای کارم مهمه. اونم با اینکه نگران قبول میکنه و موقع گذاشتن اتاق بچه به جان میگه این عروسکم بنداز دور چون ترسناک شده. اونم همین کارو میکنه و روز بعد کارگاهی میاد خونشون. توضیح میده که آنابل و دوست پسرش عضو فرقه شیطان پرست بودن و انگار میخواستن با این قتلها یه احضار انجام بدن. اما میا حرفو قطع میکنه و میگه اصلا نمیخوام چیزی بدونم. روز بعد میرسه و جان به همون کنفرانسش میره. میا هم داره تلویزیون میبینه و یه لفه گاز خود به خود روشن میشه. ظرف پاپ کورنی که از قبل روش مونده خودش باد میکنه و در آخر باعث آتش سوزی میشه. میا با حس کردن بو میده تو آشپزخونه و تازه میفهمه چی شده. میخواد فرار کنه که انگار یه نفر صندلی هول میله جلوش و میخوره زمین. همون نیروی عجیب یه دفعه انگار پای میا رو هم میکشه و اونم خیلی وحشت زده است. اما خوشبختانه پلیسا سر میرسن و میبرنش بیرون. سری به جان خبر میدن چون یه پزشک تو همین بیمارستان و اونم خودش از کنفرانس به اونجا میرسونه. حسابی نگران و هی معذرت خواهی میکنه، اما میا با لبخند میگه بچه‌مون متولد شد. هر دو خوشحالن و اسم بچه‌ام میذارن لیا. میریم به مدتی بعد که این خونه با دست کشی کردن تا از اون خونه نفرین جلو دور شن. برای اولین بارم به کلیسای این محل میرن و پدر روحانی بهشون خوش آمد میگه. وقتی هم به خونه میرن باقی لوازمشون رو باز میکنن و میا و دیدن عروسکی که جان خریده بود یکم شوکه میشه. جان هم همینطور و میگه به خدا انداختمش دور. اما میا میگه حتما کارگرا از سطل آشغال برداشتنش و عیب نداره، حالا که این همه اتفاق گذشته دوباره دوست دارم نگهش دارم.
میریم به یه روز دیگه و میا روی مبل خوابش برده. میبینیم روح آنابل تو خونه پیدا میشه و به آرومی سمت گهواره لیا میاد. یه دفعه بچه گریه میکنه و میا بیدار میشه، اما کسی اونجا نیست. چند ساعت بعدم با بچهش میرن بیرون و تو ساختمون با دو تا از بچهای همسایه هم آشنا میشن. بعدم میرن به کتابخونه که اسم صاحبش اولینه. اولین و میا انگار قبل همو میشناسن و اولین کتابی در مورد بچه‌ها به زمین میره که بخونه. وقتی به ساختمون برمیگردن میا میبینه که اون بچهای همسایه یکیشون نقاشی‌های عجیب از یه زن کشیده که بچه‌ش وسط خیابونه و کم کم بچه میره جلوتر و یه کامیون به کالسکه میزنه. نقاشی‌ها رو با خودش میبره خونه و شب به همسرش جان نشون میده. اونم نگاه میکنه اما میگه نگران نباش، چیز خاصی نیست. برام برای بهتر شدن حال میا میگه فردا شب زود میام که شام بخوریم و خوش بگذرونیم. ولی خب شب بعدی هرچی میگذره جان به خونه نمیاد و میا تنهایی شام میخوره. در آخر هم با ناراحتی موسیقی رو قطع میکنه. وقتی داره ظرفا رو میشوره دوباره موسیقی پخش میشه. زن با نگرانی میاد سمتش و بعد قطع کردن دوبارش صدای زمزمه ای از دم پنجره به گوش میرسه. میره طرفش و یه دفعه پرده ها حرکت میکنن و میا از ترس میفته زمین. همین لحظه هم دختر بچه‌ای با لباس سفید در حال خنده رو میبینه که کنارش رد میشه. میا با وحشت میره دنبالش و اون وسط اتاق بچه‌اش میبینه که بهش زور زده. یه دفعه بچه میدوه سمت میا و همین لحظه در اتاقم داره بسته میشه. وقتی به اتاق میرسه تبدیل به آنابل قاتل شده و میا از وحشت داد میکشه. وقتی چشمشو باز میکنه دختر غیب شده. مدتی بعد جان به خونه میاد و میای وحشت زده جریانو بهش میگه. جانم با اینکه کامل باور نکرده پیشتاب میده از کشیش کلیسا کمک بگیرن. وقتی به دیدنش میرن کشیش جریانو به عنوان یه درگیری ذهنی میبینه و از هر دوشون میخواد بیشتر پیش هم باشن تا بتونن این خاطرات سخت عبور کنن. میو هم انگار یکم استرسش کم شده چون فهمیده اتفاقی واقعی نبوده. چند شب میگذره و یه شب میا رو در حال خوابوندن بچه میبینیم. در اتاق خود به خود بسته میشه. میا زیاد توجه نمیکنه و یه سری جعبه رو میبره تا توی انباری بذاره. اما یه دفعه صدای گریه بچه میاد و میا میخواد برگرده بالا، اما صداهای عجیب تری هم شنیده میشه. یه دفعه کالسکه وسط اونجا ظاهر میشه و بهش زل میزنه چون صدای گریه بچه داره از اون میاد. میا میره طرفش و یه دفعه ساکت میشه. پارچه روی کالسکه رو برمیداره که همین لحظه یه موجود شیطانی دستش رو میگیره. میا با سرعت میده تو آسانسور دکمه رو میزنه، اما هرچی میگذره دوباره در آسانسور تو همون زیر زمین باز میشه. این دفعه میدوه سمت پله ها و در حالی که موجود شیطانی هم میبینه سمت خونهش رو میره. موفق میشه قبل اینکه گیر شیطان بیفته بره تو خونه و در ببنده. وقتی یه نفس راحت میکشم متوجه علامت عجیبی روی دستش میشه که اول فیلمم کنار جنازه آنابل دیدیم. روز بعدی میرسه و میا باند رو دستش باز میکنه، اما اون علامت زخم کلا غیب شده. حالا قضیه جدی تر شده و با تماسی از کارگاه مسئول قتل همسایه قبلیشون دعوت میکنه و اونم میاد تا بیشتر در مورد آنابل و دوست پسرش حرف بزنه. کارگاه میگه این دو نفر عضو فرقه‌ای به اسم شاگردان قوچ بودن. میا هم میفهمه علامت شب قبلی رو دستش برای همین فرقه بوده و برای همینم هم به کتابخونه دوستش اولین میره. بهش میگه حس میکنم خونه هم به خاطر کار اون فرقه ها که آنابل هم عضوش بود توسط یه سری روح تسخیر شده. اولین که انگار خیلی در مورد این چیزا اطلاعات داره میگه غیر ممکنه اینطوری باشه چون فرقه ها نمیتونن روح احضار کنن. اونا شیطان هایی رو احضار میکنن که دنبال روح انسانن. میا میگه حس میکنم دیوونه شدم که دنبال این چیزا افتادم. و اولین تعریف میکنه که خودش یه بچه داشت و خیلی وقت پیش به خاطر یه تصادف که خودش هم مقصرش بود اون بچه مرد. انقدرم عذاب وجدان داشت که خواسته رگشو بزنه، اما صدای بچه‌ش اینه که بهش گفته الان نوبت مردنت نیست. بعد میگه اینو بهت گفتم که بدونی تو دیوونه نیستی که دنبال این چیزا بگردی، حق داری به خاطر محافظت از بچه‌ت به هر دری بزنی. برام چند تا کتاب در مورد همین قضیه بهش میده. میا با بچهش به سمت خونه راه میافتن و یه لحظه توی آینه وسط خیابون آنابل با همون عروسک میبینه. شوکش رو حواسش نیست که کالسکه بچه حرکت میکنه. کامیون به کالسکه میزنه و همه فریاد میکشن. میا برمیگرده و میبینیم که چند لحظه قبل بچه رو بغل خودش گرفته و فقط خریداش توی کالسکه بودن. اما خب اگه این کارو نکرده بود معلومه چی میشد. به خونه میرسن و مشغول خوندن یکی از کتابها میشه. قسمتی از کتاب همون علامت کشیده شده رو نوشته برای شیطانیه که وقتی احضار شه دنبال روح انسان ها میگرده. فقط هم روح یه بچه رو میخواد. صدای از اتاق بچه میاد و وقتی میا برای چک کردنش میره در پشتش قفل میشه. هرچی سعی میکنه نمیتونه بیاد بیرون و از زیر در بچهش رو میبینه. از کتاب خونه کنار بچه کتابهای سنگین دارن میفتن و هر لحظه ممکنه بخورن تو سر بچه. میا جیغ میزنه و یو عروسک آنابلا میفته جلوش و بهش زور میزنه. میا با کوبیدن یه صندلی قفل در میشکنه و سری بچهش رو بغل میگیره. پشت سرش هم عروسک آنابل به شکلی ترسناک از زمین بلند میشه. میا میفهمه همون موجود شیطانی تو زیر زمینه که حال عروسک رو به دست گرفته. جیغ میزنه و از شانس خوبش جانم سر میرسه. با دیدن وضعیت خونه و اتفاقایی که افتادن حالا بیشتر میا رو باور داره.
این بار کشیش میخوان که به خونهشون بیاد و اونم با دیدن عروسک میگه فرقه ها اینجور وسایلو به عنوان رابط شیطان تسخیر میکنن. منم نمیدونم چجوری باید ارتباط از بین ببرم، اما میبرمش کلیسا تا فردا به چند تا دوستان بگم بیان کمک. بعدم داره عروسک رو میبره کلیسا و دم در متوجه آنابل میشه که به هیز دور زده. با سرعت بیشتر میدوه سمت در کلیسا، اما یهو نیروی قدرتمند اونو پرت میکنه عقب. خون روی زمین ریخته و آنابل عروسک رو برمیداره و با خودش میبره. میریم به بیمارستان. جان مشغول کارشه که میبینه چند تا راهبه کشیش رو به اینجا میارن و فکر کردن که از پله ها خورده زمین. میارو هم میبینیم که دوستش اولین اومده که شب تنها نمونه. چند ساعتی گذشته و کشیش به هوش میاد. جان کنارش رو بهش میگه من زمین نخوردم، آنابل بهم حمله کرد. این شیطان روح یه آدمو میخواد، هر جوری هست اون بچه‌تونو میگیره. جان سریع به همسرش زنگ میزنه و میگه از خونه فرار کنید، اما صدا قطع وصل میشه و میان نمیفهمه که چی میگه. صدای در میاد و اون طرفش هم کشیشو میبینه، اما معلومه همون موجود شیطانی. و وقتی زن در باز میکنه فریاد میکشه که خدا بهتون رحم کنه. در بسته میشه و لوازم خونه به لرزه میان. اولین با ترس میگه باید از اینجا فرار کنیم. میام میدوه که بچه رو برداره، اما اون سر جاش نیست. همه عروسکای اتاق به شکل شیطانی در اومدن. اولین داد میزنه باید سریع بریم کلیسا، اما میام بدون بچهش حاضر نیست فرار کنه. یه دفعه شیطان از سقف خونه میپره پایین و اولین با خودش میبره بیرون. میام بقیه اتاق رو میگرده و حالا روی سقف اتاق بچه چندین بار نوشته شده روح اون بچه رو میخوام. توی گهواره هم عروسک شیطانی میبینه. با عصبانیت برش میداره و چند بار گردنشو به تخت میکوبه، بعد پرتش میکنه یه گوشه. حالا با وحشت به عروسکی زل میزنه که تبدیل به بچه خودش با گردنش شکسته شده. میفهمه دختر خودشو کشته و با گریه اونو بغل میگیره، اما وقتی دوباره نگاهش میکنه باز تبدیل به یه عروسک دیگه شده. میاره یه کم آورد و داد میزنه چی از جونم میخوای. پنجره اتاق باز میشه و روش نوشته شده روح تو رو. میاد تصمیم میگیره خودشو به شیطان بده تا دخترشو آزاد کنه و میره سمت پنجره. جان هم همین لحظه به خونه میرسه و با کمک اولین بالاخره درو میشکنن. وقتی به اتاق میان میاد عروسک آنابل رو بغل گرفته و میخواد اونجا بپره، اما جان جلوشو میگیره. بهش میگه یه راه دیگه پیدا میکنیم. هر دو تقلان که میبینن اولین عروسک رو بغل کرده و در پنجره است. میگه فکر کنم الان وقت مرگم، با فرار کردن روح خودش از پنجره میپره پایین. جان و میا شوکه شدن و با شنیدن دوباره صدای بچهشون لبخند میزنن و اونو تو آغوش میگیرن. حالا میریم به 6 ماه بعد. دیگه این خانواده به زندگی عادی برگشتن و کشیش هم باز مشغول به کاره. همین نزدیکی هم پیرزن میبینه که به یه فروشگاه میره. دنبال هدیه برای دخترش و عروسک آنابل رو انتخاب میکنه. میدونیم که این پیرزن عروسک رو برای همون کسایی خریده که اول فیلم دیدیم دنبال راهی برای نجات دستش بودن. سکانس آخر عروسک آنابل رو تو محفظه نشون میده و مینویسه که آنابل واقعی تحت حفاظت ال و لورین، دو شکارچی شیطان هستن که توی سری فیلم کانجورینگ شناخته میشن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آنابل عروسکی که درسته توی یه فیلم ما باهاش آشنا میشیم، ولی میدونیم که توی واقعیت هم وجود داشته. همونطوری که آخر فیلم هم گفته میشه، این عروسک توی واقعیت در موزه نگهداری میشه که کلا مربوط به اد و لارن بوده، افرادی که کارشون پیگیری اینجور وقایع ماوراءطبیعه بوده و کلا این عروسک رو به عنوان یکی از وحشتناکترین ساختهای خودشون میدونن. اطراف این محفظه نوشته که اصلا بازش نکنید، عروسک رو بیرون نیارید و خیلی داستان دارکی هم داره. فکر میکنم بدونید که اد توی واقعیت سال 2003-2004 بود مردش و لارن سال 2019 و کلا فیلمهایی هم که ساخته شدن بر اساس گفتهای خودشون بوده. توی کتابی هم که خودشون نوشتن در مورد آنابل توضیح دادن که این عروسک توسط مادر یه پرستار به اون پرستار هدیه داده شده، یعنی همون زنی که آخر فیلم دیدیم رفت خریدش و میخواست به دختر خودش هدیه بده. و بعد از مدت این پرستار هم خونه شروع میکنن به کلی شکایت از اینکه این عروسک خود به خود راه میره، یه وقت سر و صدا از خونه میاد، درو خود به خود بسته میشن و هر از گاهی هم یه مت تو خونه پیدا میکنن که نوشته هلپ می، کمکم بکنید. این خیلی داره چون معلوم نیست چه چیزی تو این عروسک گیر کرده یا این عروسک چه آدمهایی رو توی خودش گیر انداخته. البته خب برای کسایی که به این چیزها باور دارن و فکر میکنن حقیقت داره، من خودم نمیتونم بگم که داره، نمیتونم بگم نداره، چون هر کسی باوری خودشه داره. ولی به نظرم دنیایی که این اتفاقات توش نیفته خیلی چیز کسل کننده میشه. ادا لورن به عنوان دمونولوژیست یا همون محققان شیطان شناخته میشن، یعنی کل زندگیشون رو وقف این قضیه کرده بودن و خیلی از آدمها هم یعنی شهادت میدن که اینا تونستن زندگیشون درست بکنم به خاطر اینکه واقعا درگیر اتفاقات شده بودن. خلاصه گفتم اینا رو بیشتر بشناسید چون کتاب‌ها و داستان‌های زیادی ازشون ساخته شده و خیلی هم حرفشون میشه. اما اکثر کسایی که طرفدار فیلم کانجورینگ و آنابلن نمیدونن که این شخصیت‌های کلا شکارچی واقعیت دارن و توی دنیای واقعی خودمون هم اتفاقا افتادن. دیگه همین، امیدوارم فیلم لذت برده باشید. پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت سابیارتون نره. روزتونم گلسی.